با نزدیک شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این نگرانی به وجود آمده است که ممکن است از تأثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه کشورهایی مانند ایران، سوریه و کره شمالی کاسته شود. تحلیلگران می‌گویند این خطر وجود دارد که بریتانیا بخواهد در راستای منافع اقتصادی و استراتژیک خود مسیر متفاوتی از اتحادیه اروپا در وضع و اعمال تحریم‌ها طی کند. گزارشی از هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا از لندن جزئیات بیشتری دارد. تحلیلگران بر این باورند که غیبت بریتانیا از میز کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا تاثیر بزرگی بر تحریم‌های اتحادیه اروپا خواهد گذاشت. بریتانیا به عنوان قدرت اقتصادی رهبری کننده و قدرت سیاسی، همچنان قدرت نرم در جهان، بازیگر بسیار مهمی است. شهر لندن همچنین جایگاهی دارد. در هر حال تحریم‌های مالی در حال اجرا با حضور بریتانیا بسیار قوی تر است. بریتانیا از طریق عضویت در اتحادیه اروپا تحریم‌های مشترکی علیه چند کشور و یا اشخاصی را اعمال می‌کند، مانند مقام‌های سوریه که متهم به جنایت جنگی هستند و یا رژیم کره شمالی. پس از برگزیت، خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا می‌تواند راه خودش را برود. از این رو آیا ممکن است از اتحادیه اروپا در اعمال این تحریم‌ها فاصله بگیرد؟ من فکر نمی کنم در کوتاه مدت لندن فاصله بگیرد، به ویژه از این جهت که دولت بریتانیا گفته است متعهد به اجرای تحریم های اتحادیه اروپا است و همچنین به ارزش های سیاسی که اتحادیه اروپا و بریتانیا به آن اعتقاد دارند پایبند است. گرچه به نظر نمی رسد، اما احتمال دارد بریتانیا برای کسب برتری نسبی بر اروپا از سیاست تحریم های این اتحادیه فاصله بگیرد. وقتی به تنش‌های به وجود آمده پس از برگزیت فکر کنید، وقتی موضوع مذاکرات برای معاملات تجاری و یافتن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد، آن وقت فشار برای ایجاد تعادل بین سیاست تحریم‌های اتحادیه اروپا و منافع داخلی به وجود خواهد آمد. این فشار می‌تواند اول بر سر تحریم ایران به وجود آید. بریتانیا در کنار متحدانش در اتحادیه اروپا از توافق اتمی با ایران حمایت می‌کند، اما واشنگتن از توافق خارج شد. بریتانیا خواهان توافقات تجاری با آمریکا پس از برگزیت است. آیا بهای این توافقات می تواند صف بندی با واشنگتن علیه ایران باشد؟ بریتانیا به همراه کشورهای اتحادیه اروپا در این هفته از تحریم‌های علیه یکی از واحدهای وزارت اطلاعات ایران حمایت کرد و تهران را به توطئه برای حمله و ترور در اروپا متهم کرد. هم بروکسل و هم لندن تاکید می کنند با استفاده از طیف گسترده ای از سیاست ها از جمله تحریم ها به همکاری برای مقابله با تهدیدهای مشترک ادامه خواهند داد. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.